برای بررسی این خبر همراه هستیم با آرش علایی، همکارم از ساختمان کنگره. آرش، از تو بشنویم درباره این مصاحبه و جزئیاتی که ازش منتشر شده، آیا قانع کننده بوده برای خب افکار عمومی ایرانی ها حداقل در آمریکا؟ ببینید، سوالی که بهش سخت میشه جواب داد. ابتدا آقای ملی بگم که ایشون خیلی به ندرت با مطبوعات صحبت میکنه، بیشتر هم با مطبوعات انگلیسی زبان صحبت کرده هر وقت که حرف زده. این بار هم میبینیم با رادیوی ملی آمریکا، رادیو NPR صحبت کرده که چند ساعت پیش منتشر شد. در این مصاحبه مقاله رادیوی NPR توضیح میده به مردم آمریکا که رابرت ملی که یک سال و نیم الان نماینده آمریکا است، هنوز موفق نشده به طور مستقیم با خود نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت بکنه، چون جمهوری اسلامی نمیخواد باهاش صحبت بکنه. اما NPR تونسته با مقامات ایرانی حرف بزنه و روز 26 سپتامبر NPR یک مصاحبه ای انجام داره با حسین امیر عبداللهیان. کاری که در این مقاله کرده اینه که بخشهایی از اون مصاحبه با حسین امیر عبداللهیان رو برای رابرت مالی پخش کردند و ایشون بهش پاسخ داده، بنابراین یک گفتگوی غیر مستقیم میشه بهش گفت. در بخشی از اون حسین امیر عبداللهیان روز 26 سپتامبر میگوید که من به غربی ها قول میدم که اعتراضات در ایران چیز خاصی نیست و به طعنه میگوید که منتظر تغییر رژیم در ایران نباشند. رابرت مالی در پاسخ به حسین امیر عبداللهیان میگوید که دولت بایدن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و دولت بایدن به دنبال این هست که فشار بیاره بر جمهوری اسلامی که به حقوق بنیادین مردم خودش احترام بگذاره. در بخشی از این گفتگو حسین امیر عبداللهیان کشورهای غربی رو متهم میکنه در مورد اعتراضات در ایران، میگه منشأ بسیار از این اعتراضات امریکا و اسرائیل هستن. رابرت ملی میگوید هیچ کس الان در ایران توی خیابون‌ها نریخته به خاطری که از امریکا بدش میاد، یا به خاطر ایالات متحده آمریکا الان توی خیابون‌ها ریخته باشه یا اعتراض به سیاست‌های امریکا داشته باشه. تمام افرادی که الان کف خیابون در ایران هستن معترض هستن به سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور خودش و این کشور باید سیاست‌های داخلی خودش نگاه کنه. در مورد مسئله هسته‌ای هم دوباره حسین امیر عبداللهیان خواسته‌های ایران رو در مورد گارانتی دادن ایالات متحده مطرح کرده. رابرت مالی دوباره پاسخ داده است که رئیس جمهور کنونی آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهورهای آینده رو ببنده، بنابراین خواسته‌های ایران غیر منطقی است و آقای مالی گفته است که تا ایران دست از این خواسته‌ها بر نداره به توافق اتمی نخواهند رسید. آرش، سمیرا رو داشتیم دقایقی پیش، مرور کرد رسانه ها رو در آمریکا، اما از تو میخوام بپرسم که آیا واقعا این تحلیل درسته که سیاست مداران آمریکایی از رسانه های خودشون عقب افتادن در واکنش نشون دادن به اعتراضاتی که در ایران رخ میده؟ ببینم، سوال خیلی خوبیه. اتفاقا این سوال من خودم میخواد دلم میخواست از سیاستمداران آمریکایی بپرسم. مسئله این است که الان در این هفته کنگره آمریکا در تعطیلات به سر میبره و ما نزدیک به یک ماه دیگه هم انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا. مسائل بین المللی هم فعلا برای آمریکا توجه ها، یعنی چشم های آمریکایی ها بیشتر به اخبار اوکراین هست و اتفاقاتی که اونجا داره در جنگ روسیه علیه اوکراین میفته و مسائل ایران هم در مطبوعات آمریکا بازتاب داره. امروز تحلیل هایی که من دیدم، مثلا بخش آمریکای فرانس 24 یک تحلیل زده بود، گفته بود آیا جمهوری اسلامی ایران شانس خودش رو برای بازگشت به مذاکرات اتمی از دست داده، و بعد تحلیل این بود که به خاطر اعتراضات اخیر در ایران، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سرکوب میکنه معترضان و ویدیوش همه جای دنیا هست و همونجوری که تو گفتی مطبوعات جهان هم دارن به شدت بهش توجه میکنن، این برای دولت‌های غربی به خصوص برای آمریکا سخت‌تر شده که الان بخواد هر جوری که دلشون میخواد به توافق اتمی برگردن، چون مطبوعات دارن انتقاد میکنن، مردمشون دارن انتقاد میکنن و الان یواش یواش سوال‌ها راجع به این داره میچرخه که قدم بعدی چه خواهد بود. ممنون از توضیحاتت آرش علایی از ساختمان کنگره.